سلام دوستان خوبم، به کانال خودتون خوش اومدین. تو این جلسه قراره یک سری از مهمترین جملات فرانسوی رو با نکات گرامریشون یاد بگیریم. دوستان این نکته خیلی مهمه که هم جمله یاد بگیرید، هم به نکات گرامری اون جمله دقت کنید و گرامر رو داخل جمله یاد بگیرید. اینطوری میتونید مکالمات بهتری داشته باشید و از جملات به بهترین شکل توی مکالماتتون استفاده کنید. بی معطلی بریم سراغ این روش بسیار کاربردی و مهم. Qu'est-ce que به معنی چه چیز، چی. دوستان اگر به این عبارت دقت کنید، این یک عبارت پرسشی هستش. زمانی که موضوع پرسش ما یک اتفاق یا شی باشه، ما از دو تا جمله استفاده می‌کنیم، qu'est-ce و qu'est-ce. زمانی که می‌خوایم در مورد مفعول جمله سوال بپرسیم، qu'est-ce. و زمانی که بخوایم در مورد فاعل یا سوژه سوال بپرسیم، qu'est-ce استفاده میشه. خب بریم سراغ جمله دوم. Qu'est-ce que tu veux? چی میخوای؟ به این جمله دقت کنید. از qu'est-ce استفاده کرده برای پرسشی کردن این جمله. زمانی از qu'est-ce استفاده میکنیم که داریم در مورد یک شی یا یک اتفاق سوال میپرسیم. هم qu'est-ce هم qu'est-ce توی این مواقع استفاده میشن. حالا زمانی که مفعول جمله رو داریم مورد سوال قرار میدیم، qu'est-ce استفاده میشه. خب الان فاعل جمله ما توی جمله بعدی، خب من هستم دیگه، داره از من میپرسه تو چی میخوای. من میگم من یک کتاب میخوام، درسته؟ داره از چی سوال میپرسه؟ از مفعول جمله سوال میپرسه. ان لیور، یک کتاب. بریم سراغ جمله بعدی. Qu'est-ce que tu vois? چه چیزی را میبینی؟ داره در مورد مفعول سوال میپرسه. فاعل که تو هستش، که توی جمله‌ای که حالا طرف جواب میده میشه من، je. پس داره در مورد اون چیزی که طرف میبینه سوال میپرسه، یعنی مفعول جمله. این رو هم خدمتتون بگم که به جای qu'est-ce que میتونین از که هم استفاده کنید. Que tu vois? چی میبینی؟ Qu'est-ce que tu penses? به چی فکر میکنی؟ تو داری به چه چیزی فکر میکنی؟ Qu'est-ce que tu as besoin? چه چیزی نیاز داری؟ تو چه چیزی نیاز داری؟ Qu'est-ce que tu as? چی داری؟ Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? صبحانه چی میخوری؟ ببینید همونطور که میبینید هر دفعه در مورد مفعول داره سوال میپرسه. Qu'est-ce que tu préfères? تو چه چیزی رو ترجیح میدی؟ Qu'est-ce que tu étudies? چی میخونی؟ Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? برای تولدت چی میخوای؟ Qu'est-ce que tu espères accomplir? امیدواری چه کاری رو به آخر برسونی، به سرانجام برسونی؟
Qu'est-ce que tu veux dire? 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 Chimchaibegi. Qu'est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce que tu te souviens? Chiadet miad. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Che chizi ro entekhab mikoni? Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que tu détestes? As chi badet miad? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? As televizyon chi mibini? ببینید دوستان اگر دقت کنین همه این سوالا در مورد مفعوله. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? به چه چیزی گوش میدی؟ Qu'est-ce que tu te demandes? Qu'est-ce que tu te demandes? Qu'est-ce que tu te demande. Che chizi darkhast mikoni? Qu'est-ce que tu évites? Qu'est-ce que tu évites? Qu'est-ce que tu évites? As chi ejtanab mikoni? As chi duri mikoni? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu souhaites? Charles Widari. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Chimiduni. تمام این جملات پرسش در مورد مفعول جمله بود. پس از کسکو استفاده کردیم. اما اگر بخوایم در مورد فاعل سوال بپرسیم، باید از کسکی استفاده کنیم، همونطور که اول ویدیو گفتم. بریم این سوال در مورد این موضوع هم بپرسیم. کسکی وو درانج؟ کسکی وو درانج؟ اگر دقت کرده باشید، کسکو و کسکی هر دو در مورد موضوعات یا اشیا سوال میپرسن. حالا این داره میگه چی تو رو اذیت میکنه؟ چی تو رو آزار میده یا مزاحمت میشه؟ La lumière me dérange. La lumière me dérange. La lumière me dérange. میگه نور منو اذیت میکنه. اگر دقت کرده باشید اینجا نور سوژه ماست، فاعل ماست، اول جمله اومده. پس کسکی در مورد فاعل جمله سوال میپرسه و کسکه در مورد مفعول جمله سوال میپرسه. دوستان متوجه تفاوت این دوتا و کاربردشون حتما باشید. و این رو هم خدمتتون بگم که به جای کسکو میتونیم از که هم استفاده بکنیم. هر دوشون هم به معنی چه چیزی یا چی هستن. هم کسکو، هم کسکی و هم که. خب دوسته عزیزم، امیدوارم که این جملات هم براتون مفید و کاربردی بوده باشه. اگر دوست دارید جملات کاربردی زبان فرانسه رو با نکات گرامریشون یاد بگیرید، این دوتا ویدیو مخصوص شماست. حتما ببینیدشون. لطفاً در جهت حمایت از ما و ارائه دروس بهتر در کانال، کانال خودتون رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. ابیانتوم زمین.